به نام خداوند بخشنده با مهربان و با تقدیم سلام به که زیگر دیگر از های ما خوش آمدید لطیف پترام در صفحه رسمی فیسبوک چنین نگاشته است یک پیشنهاد وطندارانه به جناب آقای سالی لااقل دو کار را از رئیستان تقلید نکنید وقت شیر می اگر با حافظه اعتماد ندارید به مطل اصلی مراجعه کنید یا از مشاور فرهنگی تان کمک بخواهید. در سالگرد شهید سل شعر مولانا را مثل جناب رئیس تان غلط خواندید. این غزل اول از دیوان کبیر است و چنین است. در مصاحبه تولونیوز با نجفی زاده چند بار قهقا خنده کردید. درست مثل رئیستان تان روایات دارید که خنده های بلند با قهقه برای یک مسلمان پسندیدن نیست. بهترین خنده لبخند است امام علی علیه السلام در وصف مومن فرمودن چون بخندن صدای خندش از گوش فراتر نمی رود نکته آخر این که در چنین روزگار بعد و سال بعد که بر سر و سر خراسان آه و اشک پارو می کشد و از برکت این نظام شما ها نوبت دفن پیدا نمی کند و به قول عطار شینیاپوری یعنی عارف بزرگ چیز نمانده است که نان اسم اعظم شود یک لبخند هم گاهی سنگینی می کند اگر غنی قاه قاه خنده می کند باید بخندد یک آدم بیمار رانده شده از وطن و به قول خودت بیریشه بعد از چل سال غیابت مطلق به با کمک باردارانش به با قدرت می رسد و آخرین تاریانه های شومنیز قومی را بر جان هویت و زبان مردم فرو می رود و بخش از اهداف قومپرستانه خود را تحقق می بخشد اما تو چرا آقای سالی قول می دهم در این جایگاه نمی مانید نشود دوباره بیایی و بگویی این آدم قومپرست و بیریش است و پاس خدمات و صداقت این بنده را ندانست لطیف پدران گلبودین حکمتیار با طالبان منافع مشترک داریم و حاضرم اعتلاف کنیم. گلبودین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که این حزب و طالبان منافع مشترک دارند و او آماده است تا با اعتلاف با طالبان کشور را از بحران نجات دهد. ده آقای حکمتیار این سخنان را روز جمعه 28 سنبله بیان کرده و از طالبان خواسته تا با حزب اسلامی برای ختم بحران افغانستان اعتلاف کند. او گفته است که طالبان و حزب اسلامی منافع و های مشترک دارند بنابر این با ائتلاف برای پایگذاری یک نظام اسلامی به طور مشترک فعالیت های سیاسی خودش را آغاز کند رهبر حزب اسلامی افزوده که رد یا پذیرش این درخواست به طالبان بستگی دارد اما حزب او برای مشارکت و همکاری آماده است حکمتیار گفته است وقتی این دور از مذاکرات دولت کابل و طالبان پایان یافت حزب اسلامی و طالبان آماده گفتگو هستند و انتخاب در دست طالبان است و همچنین افزوده که برخی از اعضای طالبان که از نظر ای و عملی نظام اسلامی خروج نیروهای خارجی و استقلال افغانستان باز نسیق هستن، با حزب اسلامی نزدیک هستند اصرار به پیوستن به این حزب را دارند این رهبر جهادی گفته که امریکا تلاش خواهد کرد تا درباره دولت جدیدی که مورد قبول همه طرف ها باشد به توافق برسد اما این تلاش ها با تهدیدات و موانع داخلی و خارجی زیاد روبرو است گروه طالبان تا اکنون درباره این گفته های گلبدین حکمتیار ابراز نظر نکردند این در حال است که مذاکرات بین الافغانی در هر جریان دارد و در آن آیت های 21 نفری دولت افغانستان و طالبان برای رسیدن به توافق صلح مذاکره می در عهد که دولت افغانستان به این مذاکرات فرستاده هیچ چیره از اسب اسلامی حضور ندارد اشرف برای به نتیجه رسیدن مذاکرات طالبان باید آتش بس کنند در مذاکرات صلح در قطر حملات طالبان همچنان در کشور ادامه دارد با این حال رئیس جمهور از طالبان خواسته است که به خاطر به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح آتش بس اعلام کنند رئیس جمهور این درخواست را در واکنش به ترور ایوب معاون شورای ولایتی پکتیا مطرح کرده است ایوب صبح امروز شنبه 29 سنبله هنگامی که به سوی دانشگاه در حرکت بود در مربوطات شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا کشته شد ارگریاس جمهوری در اعلامیه حمله بر ماون شورای ولایتی پکتیا را تقبیه کرده است در اعلامی ارگریاس اسد جمهوری به نقل از رئیس جمهور آمده است که تامین صلح پایدار یکی از اهداف مذاکرات صلح است و به خاطر رسیدن به این هدف طالبان باید خواست مردم حکومت افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر آتش بس را بپذیرند پیش از این بارها رئیس ای جمهور از طالبان در آتش بس کرده خواستی که از سوی دولت به اوکنون نادیده گرفته شده است در حالی که مذاکرات اصول در قطر جریان دارد حملات و خشونت طالبان نیز در کشور ادامه دارد مقام های حکومت افغانستان میگویند جنگیان طالب با آغاز مذاکرات حملاتشان را شدت بخشیدند وزارت داخله عامل خشونت علیه دو زن در کابل شناسایی شد سخنگوی وزارت داخله میگوید عامل خشونت علیه دو زن در شهر کابل شناسایی شده و در این زمینه دو پلیس نیز حاضر شدند اخیرا ویدیوی در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که در آن دو زن جوان از چند افراد ناشناس و در حضور پلیس مورد ضرب و شتم قرار میگیرند تارق آریان سخنگوی وزارت داخله شنبه بیستنوی سنبله در پیام گفت که دو زن در ساحه کلوله پشته مورد ضرب و شتم قرار گرفته و متهم اصلی این کار شناسایی و زیر تحقیق قرار گرفته است سخنگوی وزارت داخله می گوید جزیات این قضیه پس از تحقیق همگانی خواهد شد این روزهای اخیر ویدئوی در شبکه های اجتماعی هم رسانی شده بود که نشان می دهد دو زن توسط چند مرد مورد ضرب و شتم قرار می گیرد گفتم می افرادی که این زنان را لط و کوک کردند کارمندان یکی از نهادهای امنیتی هستند که در گیریان گرفتن خط سیر به زنان حمله کردند در تصاویری که منتشر شده نشان دهد که افراد مذکور مخابره به دست دارند و موترهای زیری نیز در محل دیده می شوند در شهر کابل معمولا برای عبور مقامهای های حکومت جاده ها مسدود می شود خواسته های طالبان بین وزارت کلیدی ارتش و یک نظام اسلامی مذاکرات رسمی دولت و طالبان در دوحه جریان دارد هنوز دو طرف خواسته های اصولی خود را روی در روی همدیگر مطرح نکردند اما تقریبا مشخص است که کدام طرف چی میخواهد دولت افغانستان برها ادعا کرده که جمهوریت قانون اساسی نیروهای امنیتی و دستاورد های 18 ساله غیر قابل معامله هستند و این ظرفیت را دارند که طالبان را در درون خود حزم و ضبط کنند طالبان اما از ابتدا تصریح کردند که نظام اسلامی میخواهند خواسته هایی که نخستین معنا و پیامد این است که نظام کنونی اسلامی نیست سپاس که تا ایندم با ما بودید برای جزیات بیشتر خبرها با کانال ما همراه باشید